گرد همایی آغاز سال نو در پارلمان انگلستان حمایت از مقاومت سازمان یافته و قیام مردم ایران در یک گرد همایی که از روز چهارشنبه هشت فروردین به مناسبت آغاز سال 1397 در پارلمان انگلستان برگزار شد نمایندگان پارلمان از تمام احزاب انگلستان شرکت داشتند و از فراخان برای تغییر دموکراتیک در ایران و به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو دموکراتیک برای استبداد مذهبی حمایت کردند. در این گرد همایی علاوه بر نمایندگان پارلمان از هر دو مجلس، شخصیت های سیاسی، رهبران پیشین اتحادیه های کارگری انگلستان، وکلای برجسته و مدافعان حقوق بشر، همراه با اعضای جوامع ایرانیان مقیم انگلستان شرکت داشتند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در یک پیام ویدئویی به این گرد همایی از نمایندگان تمام حزبی مجلسین عوام و ایان، به خاطر حمایت آنها از خواست مردم ایران برای آزادی و دموکراسی قدردانی کرد و گفت مردم ایران برای تغییر رژیم قیام کرده اند. این قیام ها و اعتراضات ادامه دارند این تحول آزادی را برای ایران و امنیت را برای جهان به ارمغان خواهد آورد. نمایندگان مجلسین عوام و عیان و حقوقدانان برجسته از تصویب قطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در اوایل این ماه که معمولیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران را تمدید کرد استقبال کردند. سخنرانان دولت انگلستان را فرا خواندند تا در سازمان ملل گام های محکم بردارد و پرونده نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم آخوندی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجا دهد تا مقامات این رژیم را به خاطر دهها سال نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله قتل عام 67 مورد حسابرسی قرار دهد ده برخی سخنرانان این گرد همایی عبارت بودند از اعضای مجلس اعیان لورد تونی کلارک لورد کارلایل و بارونس هریس و نمایندگان پارلمان دیوید جونز، دکتر ماتیو آفورد، سر دیوید ایمس، ترزا ویلیرز، ستیف مکیو، جیم شانون، ستفان پاند، آنلیز دادز، جوان رایان وزیر پیشین، کاترین وست، لویز المان و توبی پرکینز. همچنین راجر لاینز رهبر پیشین کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان، و حقوقدانان برجسته دکتر جاستین سکات و مارگارت اوین و نمایندگانی از انجمنهای ایرانیان مقیم انگلستان گزارش مشروع گرد همایی در پارلمان انگلستان به مناسبت سال جدید متعاقباً از سیمای آزادی پخش خواهد شد.